حکایت آن واعظ کی هر آغاز تذکیر دعای ظالمان و سخت دلان و بی اعتقادان کردی. آن یکی واعظ چو بر تخت آمدی، قاطعان راه را داعی شدی. دست بر می داشت یا رب رحم ران بر بدان و مفسدان و طاغیان، بر همه تسخرکنان اهل خیر، بر همه کافر دلان و اهل دیر. می نکردی او دعا بر اصفیا، می نکردی جز خبیثان را دعا. مرورا گفتن که این معهود نیست، دعوت اهل زلالت جود نیست. گفت نیکویی از اینها دیدم، من دعاشان زین سبب بگزیدم. خبث و ظلم و جور چندان ساختند، که مرا از شر به خیر انداختند. هرگهی که رو به دنیا کردمی، من از ایشان زخم و ضربت خوردمی. کردمی از زخم آن جانب پناه، باز آورندمی گرگان به راه. چون سبب ساز صلاح من شدند، پس دعاشان بر من است ای هوشمند. بنده می نالد به حق از درد و نیش، صد شکایت می کند از رنج خیش. حق همی گوید که آخر رنج و درد، مر تو را لابه کنان و راز کرد. این گله زان نعمتی کن کت زند، از در ما دور و مطرودت کند. در حقیقت هر عدو داروی توست، کیمیا و نافع و دلجوی توست. که از او اندر گریزی در خلا، استعانت جویی از لطف خدا. در حقیقت دوستام نه دشمنند، که ز حضرت دور و مشغولت کنند. هست حیوانی که نامش اشقر است، او به زخم چوب زفت و لمتر است. تا که چوبش میزنی به می شود، او ز زخم چوب فربه می شود. نفس ممن اشقری آمد یقین، کوب زخم رنج زفت است و سمین. زین سبب بر انبیا رنج و شکست، از همه خلق جهان افزونتر است. تازه جانها جانشان شد زفتر، که ندیدن آن بلا قوم دگر. پوست از دارو بلاکش می شود، چون عدیم طایفی خوش می شود. ورنه تلخ و تیز مالیدی درو، گنده گشتی ناخوش و ناپاک بو. آدمی را پوست نامطبوخ دان، از رطوبت ها شده زشت و گران. تلخ و تیز و مالش بسیار ده، تا شود پاک و لطیف و بافره. ور نمیتوانی رضا ده ای عیار، گر خدا رنجت دهد بی اختیار. که بلای دوست تطهیر شماست، علم او بالای تدبیر شماست. چون صفا بیند بلا شیرین شود، خوش شود دارو چو صحت بین شود. برد بیند خیش را در عین مات، پس بگوید اقتلونی یا سقات. این عوان در حق غیری سود شد، لیک اندر حق خود مردود شد. رحم ایمانی از او ببریده شد، کین شیطانی بر او پیچیده شد. کارگاه خشم گشت و کینوری، کیندان اصل زلال و کافری.